من یه 4-5 ساعت دیگه فکر کنم پرواز دارم. الان وسیله ها جمع میکنم برم ویدیو یوتیوب سوالات دندون پزشکی رو بگیرم. قرار برم تهران از آبادان، بعد فکر میکنم نزدیک دیگه داشت میشد 3 ماه. به خانوادم نگفتم که حالت فان داشته باشه اگه من دیدم مثلا، چون واقعا بلیتم گیرمون نمیومد و خیلی خدایی و یه دفعه ای شد که این بلیت جور شد. امروز دوشنبه است، دوشنبه شب ساعت 11:30 پرواز دارم. شنبه هم از اون ور برمیگردم، 5 ساعت لادم تهران، بریم با هم سمت خانوادم دیگه. وسیله ها رو جمع کردم، اتاقم حدودی نامرتبه ولی دیگه حقیقت حوصله‌شو ندارم. مهمان هم بچه ها شروع شده دیگه، اینا رو به زودی مصرفشون میکنیم. خرماهایی که قرار سوغاتیشون ببرم یکی از بچه های روستا بهم داده، اینو خیلی به خودم افتخار میکنم. آشپزخونه رو صفر کردم چون که خیلی کثیف بود، آشغال با هم بسته بود. الان بریم کلیدو بگیریم و بریم ویدیو رو ضبط کنیم. تو شهرم با خودم همراهتون میکنم دیگه. گفتم 2-3 تا مریض فقط بزنن که حالا یه پولی همین وسط در بیاریم اساس 6 به بعد، ولی کلی کار داریم. وسیله ها و اون جوای کاکاوی که تو اینستاگرام یه نفر برنده شد، اگه ندیدید ویدیوش تو اینستام هست، اینجا میتونید ببینید. اونا رو هم باید ببریم. نمیدونم از گیت فرودگاه اجازه میدن اینا رو رد کنیم یا نه، یه خورده یه جوریه نمیدونم. امیدوارم مشکل پیش نیاد. نهایتا وسیله هم دارم الان، مثلا خرما ها رو نمیدونم چه جوری باید ببرم. این ظرف همسایه‌مون هم سرایدارمونه، دو تا غذا هم براشون گذاشتم، غذای امروز هم دیگه نمیرسم بخورم. یکی از این رتبارم میخوام ببرم بدم بهش. از گرما و اینا بخوام بهتون بگم، هوا یه خورده خنک‌تر شده، مثلا شبا رسیده به مثلا 42-43 درجه، ولی خب آفتابش که اماکان اذیت موقع ظهر. سعید سلام، چطوری؟ این قابلمه رو باز کن، قابلمتونه. این وعده هایی که امروز بود و گذاشتم، اینم یه جعبه از رتبایی که دادن. آره قربونت، اینقدر داغه که این بچه ها پناه میگیرن زیر سایه. آن دارم میرم ویدیو رو بگیرم، حس کریستوفر نولان دارم. نمیرم تایملاینش چجوری باشه، این ویدیو زودتر منتشر میشه اون ویدیویی که قرار بگیرم. اینجا جایی که من دندون پزشکی کار میکنم دیگه، بعضی وقتا تو ویدیوهای اینستا و یوتیوب و اینا میبینید. اینجاست، گیمبالو میذارم اینجا، خودم میشینم اینجا به سوالای دندون پزشکیتون که تو کوئسچن باکس اینستا پرسیدید جواب میدم. کلا میخوام یه پلی لیست درست کنم سوالات دندون پزشکی شما، چون خیلی زیاد شده تو دایرکت اینستا هم ناشناس و اینا همه جا، چون میدونم خیلیاش سوال تکراریه و سوالات خیلیاتون ممکنه باشه، مثلا یه سوالو جواب ممکنه بدی، ممکنه سوال چند صد نفر برطرف شه. اون سوالایی که خیلی احساس میکنم پرتکراره رو جواب میدم. هر چند وقتی با ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، به نظرم پلی لیست خوبه. بعد ناسلامتی مثلا من دندون پزشکم، میذارم کار فنیم بیاد تو یوتیوبم توی این شکل گفتگومه و بعد نیستش. بریم ویدیو رو ضبط کنیم. اگه این ویدیو رو بعد اون ویدیو گذاشتم، لینکش این بالا هست بیده. خب بچه‌ها من ویدیو می گرفتم الان بعد 45 دقیقه. اینم سوال آخرش بود. الان هزینه ارتودنسی دندون حدودا چقدر میشه؟ این ویدیو رو ببینید. اینجوری میذارم روی پایه میکروفونم وصل کردم و بریم که یه رو به 6 عامر میاد دنبالم و بعد از روستا بریم شهر و بیمارا رو ببینیم و بعدش هم کار داریم. اینو گذاشتم اینجا، امیدوارم نریزه تو هواپیما. کل هر شهر کوچیکی اوکیه، مثلا پیش بودن اینا، بعد یه 2-3 ماه اینا دیگه مغزت داره منفجر میشه، واقعا اذیت داری میشی. مثلا اینکه مثلا داخل تهران فرض کن توی شهرکی هستی که شهرک خیلی هم خوبه، اصلا مردمش خوبن، همه چیش خوبه، نمیدونم مغازه داره، اصلا اوکی همه چی، ولی بهت میگن که نمیتونی از این شهرک بیرون بری، تنت بلبل میفته که بری ببینی بیرونش چه خبری، یه خورده انگار نفس کشیدن سخت میشه. بعد داستان آبادانم برام اینجوریه، یعنی بعد 2-3 ماه دوست دارم که یه ذره برم یه جای دیگه، حالا خونه خودم، حالا مگه مثلا رشت بود دوست داشتم برم رشت، فرقی نداره، لزوما تهران نه، یه خورده نفس بکشم، یه تجدید قوایی کنم. حتی یادمه زمانی که دبیرستان بودم مثلا دانشگاه بودم، واقعا بعد 3-4 ماه تهران موندن هم خسته می‌شدم از تهران، دوست داشتم مثلا یه شمالی برم. جالبه شمال که می‌رفتم، حالا مثلا ویلای پدربزرگم یا خاله‌ام یا مثلا خونه‌هاشون اینا می‌رفتیم، دوباره بعد یه هفته دوست داشتم برگردم حالا خونه خودم تهران. میدونین چی میگم؟ تهرانم که میرم بعد 1-2 هفته دوست دارم برگردم سر زندگیم، سر کارم تو آبادان. این که بری و بیای خوبه دیگه، ولی اینکه یه جا قفل بشی برای من حداقل خیلی اذیت کننده است. امیدوارم چیزی هم جا نذاشته باشن. خیلی میبینم تو یوتیوب یارو مثلا میشینه، اکثرا هم نمیدونم، فکر میکنم اکثرا خانومه، یارو مثلا میشینه عین لباس تا کردنش، چمدون بستنش، مثلا خانوما برای آرایش کردنش اینا حرف هم میزنه با دوربین. من الان واقعا همین یه تیشرتو میخواستم بذارم اینجا و همزمان باهاش حرف بزنم، حواسم پرت
شد. نمیدونم شماها مثل من یا نه، اصلا دو تا کارو همزمان نمیتونم انجام بدم. یعنی وقتی که دارم ویدیو میرم حرف میزنم همونم اینجوریام، یعنی که در حال هیچ کار نکردنم. محض اینکه بخوام مثلا یه آب میوه درست کنم یا یه ساک جمع کنم یا چی دیگه نمیدونم میخوام چی بگم، حرفی که میخوام بزنم یادم میره. یه 10 دقیقه دیگه فکر کنم عامر میاد و ما باید بریم. من امروز دارم یه مینی ولاگم میگیرم برای اینستا که هزینه های یه روز بودن تو آبادان چقدره و اینا. خیلی عجیبه، 3 تا اتفاق محتوایی و کانتنت رو دارم تو یه روز موازی با هم ضبط میکنم و باید حواسم باشه اینا با هم تداخل ندن. راستی بچه‌ها من این ویدیوهای ریلزای اینستام رو آپلود کردم تو یوتیوب و بوم یوتیوب شو چقدر برای من ساب آورد. یعنی مثلا روزی 400 تا 500 تا همین ویدیوهایی که ریلزایی که تو اینستاگرام میذاشتم با یه تاخیر زمانی مثلا 2 ماه ریلزای اینستاگرام جلوتر از شورتای یوتیوبه، ولی چه عجیبه. مثلا دقیقا همون ویدیوی روز 86 ام که تو اینستا 3 4 میلیون بازدید گرفت، اینجا مثلا سعودی داره همینجوری میره بالا. الان که دارم ویدیو رو میگیرم 150 کی ویو خورده، نزدیک 800 900 تا ساب برای من آورده. 800 900 تا رفیق جدید اینجا به کانالم اضافه شده از طریق همون ویدیو. همین خیلی جالبه. ساعت یه رو به شیشه نیومده راننده، این چیزاست دیگه. مثلا الان من به مریضم دیر میرسم، بعد خب به مریض بگی آقا تقصیر راننده بود که اون راننده نمیشناسه، که اون فقط طرف حسابش منم. حتی اس ام اس هم بهش دادم، گفتم لطفا امروز همون یه رو به 6 دقیقا باش، حالا روزای دیگه 5 دقیقه دیر میای مریض بود میای، اشکال امروز استثنا دست ما رو نذار تو استیگل که گذاشت. اینا بده، خیلی بده. نه برو جلوش کنم، همه جا خدا نگهدارتون باشه، برو خونه شما. دقیقاً همون حالتی که من بدم میام که با استرس با عجله بدم سر دیوار، امروز اینجوری شد. اینجا نگاه کنید یه لحظه، این وسیله من اینم، اون یکی دکترمونه، یه دکتر دیگه همون هم هست. همه داریم این تعطیلات رو میریم تهران، همه هم داریم با یه پرواز بکنم میریم، این کنیم جمع کنیم میریم تهران. بچه‌ها من اومدم اینجا براتون چیز توضیح بدم. الان ساعت دقیقاً 8 و 10 دقیقه است. یه بیمار عصب کشی قبول کردم، خیلی درد داشت و یه بیماری هم کشیدن، یه خانومی هستش که سنش بالاست و واقعاً دو به شکم که این دو تا رو تا ساعت 9 بتونم انجام بدم. 9 دیگه باید برم باشگاه. اینو می‌خواستم بهتون بگم که الان مثلا من نمی‌دونم این دندون خانم سریع درمیاد یا نه. خیلی سناریویی برای بعضی از زنان نمیشه نوشت. اگه بعضی وقتا می دندون پزشکی مثلا می معطل شدید از اون وقتی که داده مثلا نیم ساعت یه ساعت این برنامه شده، چون طرف واقعاً نمی‌تونه تضمینی بگه آقا این دندون رو من تو یه ساعت مثلا تمام میکنم یا تو 10 دقیقه تمام میکنم. خیلی وقتا دندونی که فهم میکنی خیلی ساده درمیاد گیر میکنه کارش، و دندونی که فهم میکنی قطعا پیچیدگی داره ساده درمیاد. خیلی استرس دارم دیگه، بریم ببینیم چی میشه دیگه. خدا نگهدارت، خدا نگهدارت، خواهش میکنم. خدا مامان جان گوشه لبت بیهست شد؟ لب و زبونت؟ زبونت باش. تمام شد همین الان ساعت 9 رو به همکارم میگه آسمان پروازش به جو 11 و نیم تاخیر خورده 10 دقیقه به 3. اون پلنمون به هم میریزه برای دیدن خانوادمون اینا. بچه ها نگاه کنی کنار نخل و تو کوچه بادم پایی بازی میکنن. بریم خونه رفیقم، شکلات هایی که تو ریلز اینستا یا کیبورد قرار شد براش ببریم تهران و تحویل بگیریم و گذاشته تو فریزر. امیدوارم فرودگاه گیر نده فقط. آموسه ای در رو با کن حاجی، آماده کردین این رو رو؟ عشق داشت با جوجه هاش این هاست بچه ها. رفیق هم یادش رفت بذاره فریزر. پک اول، پک دوم پر از شکلات. اینا رو فقط امیدوارم تو فریزر گیر ندن. مسواک خمیردندون، دمشویه. اینجا رو ببین، استارباکس. بچه ها 20,000 تا شدیم تو یوتیوب. من که میگم برای بچه ها یوتیوب هم 5 تا از این پک ها درست کنیم بفرستیم شهرشون. همین الان یه دونه بادمجون کار کنیم. دارم میرم به تهران. حاجی خیلی ناراحتم، میخوام برم خود هستم. خیلی ناراحتم. من هم کنه دیگه که میگه آس باشی این دمه زنگاتی و خود ما هم بچه هم وقته خیلی ناراحتی بمیزم ببینم خستی هم همون مثل همین باشه. برسیم تهران، میخوام خاک تهران رو لیست بزنم. حاجی شب تا صبح، از صبح با کله پاچه بیدار میشم، شب با شیشلیک میخوام. هفت روز حالا ببین قبلشو ناله بکن.
مردانه بکو برخیز و پرچم را ببر بر سر در خانه بکو بر طبل شادانه بکو. خب من رسیدم در کوچه‌مون، یه ویو از کوچه‌مون بهتون بدم. کوچه‌مون خیلی باحاله، تهش ویو خوبی داره، بعد ساختمونا که مثلا ارتفاع دارن و طبقه بالاترش ویو خوبی دارن اگه بالکن داشته باشن. حالا بالا بهتون نشون میدم. من به پدر مادرم نگفتم که دارم میام که مثلا حالا یه خورده خوشحال بشن اینا، برادرم میدونه. پلن الان اینه که اونا خوابن، برادرم داره برام باز میکنه، من میرم تو حال جا میندازم و اینا، میخوابم قشنگ. بعد صبح که پا شدن قشنگ گیمبالو میذارم کنار توشکم، ریاکشنشون رو بگیریم. اینجا قطعا با لباس راحتی هم مادر پدرم نمیتونن تو ویدیو باشن، ولی خب فکر میکنم چیز باحالی باشه. چجوری میخوای بیای؟ به هم میبیننت ببرم اون وری. آره اون وری بذارم فقط صدات باشه. بیا ای خدا ما بدا میزنم روحن ایوانی یا روی چیز بیفترم؟ نه روحن نباتی، نه یه ذره روغن نباتی بزنی زنه کرده، فکر زیاد میکنه با مرسته، البته اینجا میزنه کنه واقعا این تهرانی ها پدر شده همین دیگه، روغن نباتی و جای حیوانی آدم نه اینجا روغن این کرده چون یه صبحونه دبش خوردیم، مامانو تعجب کرده بودن که من چقدر زیاد شده حجم غذا. خدا بهشون رحم کنه چون آقا این روزو و اینکه این صحنه اینجوری خوابیدن وقتی یه نور ملایم خورشید اینجوری تاچ کرده صورت تو، برای من از محالات تو بودن، چون یک اپسیلون در باز بذارم هزار تا موچه و عقرب و سوسک و هزار پا و معمولک میاد تو، و همین میخوام یه دو ساعتی بخوابم شب بخیر. بزنیم این کباب بزنیم چه بادی باد مگم برای چون